فراز و نشیب‌های اقتصادی، تیک تاک و بررسی چرایی‌ها، چشم‌اندازها، پیامدها. برنامه‌های امروز: کهکشان بزرگ مقاومت ایران، برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی پیشنهاد ثبت در کتاب رکورد گینس رو میدن. صحبت‌های دکتر حسین جهانسوز، عضو شورای ملی مقاومت ایران از آمریکا. روحانی از شایعات دشمن میگوید: وقف کوه و جنگل و شرق و جنوب کشور. تعجب از گوش شنوای مردم به شایعات دشمن. روحانی در هیئت دولت امروز چه گفت و چه مختصاتی از نظام ترسیم کرد؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. رستوران های هلند و گارسون های بیغلب اما مهربان. تعجب نکنید، به راحتی غذا سفارش بدید. بررسی این موضوع و موضوعات دیگر در بخش بررسی رسانه های جهان. کووید 19 و تعطیلی بی سابقه حج توسط عربستان با پذیرش ضرر 12 میلیارد دلاری. خامنه ای پیام می دهد: از لیبرالیسم تا کمونیسم و تا غرب در حال فروپاشی. خامنه ای کدام حرف اصلیش را میان این دودودم ها ساندویچ پیچ کرد؟ بررسی در گفتگوی کوتاه. 2.5 میلیون خانه خالی در ایران، اما 38 میلیون حاشیه نشین و میلیون ها بی خانمان. علت چیست؟ بررسی در گزارشی تحقیقی کارشناسی. تیک تاک و جستجو برای دیدن آنچه نمیخواهند دیده شود. گردمای جهانی ایران آزاد با گسترده ترین بازتاب های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای. نظام ولایت بعد از گذشت 2 هفته هنوز بر سر و روی خودش میکوبه و روزانه ده‌ها مطلب و فیلم در بوق‌های خودش علیه مجاهدین منتشر میکنه. در این قسمت صحبت‌های دکتر حسین جهانسوز، عضو شورای ملی مقاومت ایران، از آمریکا درباره گردهمایی بزرگ جهانی ایران آزاد رو با هم ببینیم و بشنویم. با درود به بینندگان عزیز سیمای آزادی، میتینگ سالانه مقاومت که به کهکشان مشهوره و هر سال در سالن بزرگی در پاریس، سالن ویلپانت برگزار میشد، امسال به خاطر وجود کرونا از فضای مجازی استفاده شد و وسیله زوم تونستن هواداران مقاومت از 103 کشور و همینطور 30,000 نقطه به قلب تپنده مقاومت، یعنی خونه موقت مجاهدین در اشرف سه، وصل بشن. مهمانان زیادی داشتیم، 1,000 نفر مهمان بود از کشورهای مختلف، از سیاستمداران و مقامات فرهنگی و لشکری مهم کشورهای مختلف، و تعدادی از اینها تونستن با وقتی که داشتیم سخنرانی کنن و جلسه به قدری ابهت داشت و به قدری بزرگ بود که یکی از سخنرانان به اسم سناتور لیبرمن از آمریکا گفتن که این حادثه، این برگزاری این جلسه بایستی در کتاب گینس ثبت بشه. همینطوری که میدونید کتاب گینس کتابیه که شگفت انگیزترین کارها رو در اونجا به ثبت میرسونن. سخنرانای زیادی به نکات مهمی اشاره کردن، ولی خب طبق معمول سخنران کلیدی جلسه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت بودن، که در واقع سخنرانیشون اگر بخوایم بگیم، میگیم به اصطلاح رودمپ یا نقشه و جاده‌ای که ما رو از این نقطه‌ای که هستیم تا رسیدن به آزادی راهنمایی میکنه رو بیان کردن. در اونجا چیزی که مهم هست، من پیشنهاد میکنم همه یاران مقاومت به این سخنرانی رو چندین بار بهش گوش بدن، پر است از نقاط مهم. حالا در بایی وقت کمی داریم، فقط چند نکتهش من اشاره میکنم. یکی بود که خانم رجوی گفتن که ما متعهد هستیم که این رژیم رو سرنگون کنیم و این کار رو حتما خواهیم کرد.
و بعد از سرنگونی این رژیم مذهبی ارتجاعی، دولت دموکراتیک غیر مذهبی و غیر اتمی را جایگزین اون خواهیم کرد. این گردهمایی در واقع توان مقاومت را نشون داد که چقدر این مقاومت منظم، منسجم و با قدرت هست، و در ضمن پیام داد به مردم ایران، به قیام آفرینان سالهای 96 و 98 که ما با شما همسو هستیم و از راهی که شما انتخاب کردید، یعنی براندازی این رژیم، حمایت میکنیم. به رژیم هم پیام دادن که ما تا شما را سرنگون نکنیم دست از سر شما بر نمیداریم، و در ضمن به همه مردم دنیا هم گفتن که ما تنها آلترناتیو هستیم و قادر هستیم این رژیم رو سرنگون کنیم. به هر حال من این پیروزی بزرگ رو به همه مردم ایران، به کسانی که به براندازی این رژیم جنایتکار معتقد هستن، تبریک میگم و امیدوارم با همبستگی بتونیم هرچه سریعتر این رژیم جنایتکار رو از کار برکنار کنیم و آزادی رو به مردم ایران هدیه بدیم. با تشکر از وقتی که به من دادید. مرسی. امروز روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران، با نگرانی و ترس درباره تأثیر فضای مجازی نوشت که روزانه در فضای مجازی هزاران خبر دروغین توسط مرکز سایبری مجاهدین در آلبانی و سایر مراکز مجازی دشمن تولید میشه و متاسفانه توسط نیروهای خودی به دلیل فقدان سواد رسانه در همین فضا بازتاب و بازنشر پیدا میکنه و به اهداف دشمن به اصطلاح کمک میکنه. تمام این موارد زنگ خطر و هشدار را نسبت به ظهور و بروز فتنه هایی به مراتب پیچیده تر و سختتر از فتنه های گذشته به صدا درآورده که بیشک غفلت از آنها ما رو در آینده با چالش های بزرگتر و خطرناکتر مواجه خواهد کرد. بله، فضای مجازی کابوسی که دستگاه سانسور آخوندها رو ناکار کرده. همراه بشیم با بخش فضای مجازی و ببینیم که در این محیط خطرناک چه میگذره. با سلام به شما، گزارش امروزتون رو از فضای مجازی میبینیم. من هم سلام میکنم به شما و همه همراهان تیک تاک. در ادامه نمایش های رژیم برای اقتدار پوشالی، شاید یک رزمایش دریایی با دشمن فرضی بودیم که اگر موافق باشین میخوایم نگاهی داشته باشیم به بازتاب‌های اون در فضای مجازی. اول نگاهی داریم به کلیپی از تبلیغات حکومتی در رابطه با این مانور سپاه. شما بیننده تصاویر زنده از انهدام ناو هواپیمابر دشمن فرضی در آب‌های نیلگون خلیج فارس هستید. تصاویری غرورانگیز و مایه مباهات. این تصاویر به قدری غرورانگیز و مایه مباهات هست که حتی رژیم نمیتونه ماکت دستساز خودش رو هم بزنه، و تصاویری که کاربران منتشر کردن و از بالا نشون میده که حتی موشکی که فرستادن به کنار این ماکت برخورد کرده و خود ماکت رو هدف قرار نداده. کاربری با یادآوری موضوع ناوچه کنارک نوشته که چطور شد موشک زدین وسط ناوچه کنارک و چند نفر رو نفله کردین اما ماکت ناو آمریکایی رو نتونستین بزنین؟ کاربر دیگه ای با اشاره به بی‌فایده بودن این اقدامات رژیم نوشته حداقل 40 جنگنده پیشرفته در ناو هواپیمابر میتونن به دفاع از ناو بپردازن و این در کنار چندین ناوچه و کشتی جنگی و زیردریایی و سامانه‌های مختلف دفاعی نصب شده روی ناو هست. این مانورها فقط یک دستاورد داره و اون خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از ایران هست. کاربر دیگه با اشاره به بازتاب‌هایی که طی این مدت از اقدامات سپاه وجود داشته و تصویری که رژیم با به قول خودش خطاهای انسانیش در جامعه بین‌المللی ایجاد کرده نوشته که طبق گزارشات خبری هنگام مانور دریایی سپاه در خلیج فارس نیروهای اماراتی و آمریکایی در آماده باش بوده و سنگر گرفتند. آنان بیمناک از حمله رژیم نبودند
بلکه با توجه به حوادث اخیر من جمله شلیک اشتباهی موشک سپاه به ناو ایرانی نگران بودند که آنها نیز به طور اشتباهی مورد هدف سپاه قرار بگیرند. اما بعضی از باسپاه هم اختصاص داره به منابع آمریکایی، از جمله کاربری باساب صفحه رسمی نیروی دریایی ایالات آمریکا رو در اینستاگرام منتشر کرده که عکسی از ماکت ناو هواپیماور در عمان رو به دریایی رو منتشر کرده و گفته که ایرانی‌ها استاد ماکت سازی هستن. و یک نمونه دیگه از همین باسپاه هم برمیگرده به واکنش سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که این اقدام سپاه رو تلاش برای ارعاف و قلدری خواند و در ادامه هم گفته که ما مراقب رفتارهای ایران هستیم و این رزمایش موجب اختلال در عملیات ائتلاف در منطقه نمی‌شود و تأثیری بر گردش آزاد تجارت در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن نخواهد داشت. به نوعی در واقع میشه گفت که این اقدامات و رزمایش‌های نمایشی سپاه مصرفی جز مصرف داخلی برای نیروهای وارفته و روحیه باخته سپاه نداره که با ساب‌های این موضوع هم نشون میده که این کاربرد هم در واقع ازش گرفته شده و تاثیر معکوس داره. ممنون که با گزارش امروز همراه بودین. توجهتون رو به سایر بخش‌ها جلب می‌کنم. ویترینی بود از مجموعه بحران‌های نظام ولایت. مسعود پیرنیا آماده است تا گزارشی از روزنامه‌های حکومتی 8 مرداد رو ارائه بکنه. مسعود سلام می‌کنم بهت و آماده هستیم تا گزارش امروز تو رو ببینیم و بشنویم. سلام به شما و سلام و درود به همه بینندگان و هممیهنان عزیز در هر کجا که هستید. روزنامه‌های حکومتی چهارشنبه 8 مرداد در واقع آینه بن‌بست‌های مختلف رژیم تو زمینه‌های داخلی و خارجی و همینطور چشم‌انداز وحشت از انفجار خشم مردم. تو روزنامه هر دو باند حاکم موضوع مشترک به صدا در آوردن آژیر قرمز کرونا و انداختن تقصیرها به گردن باند روحانی. از رسالت که از باند خامنه‌ای براتون می‌خونم که نوشته این وخامت چندان دور از انتظار نبود و تقریبا می‌شد حد زد که حاصل تصمیمات شتاب زده همین است. ستاد ملی مقابله با کرونا هم تا به حال نشان داده که می‌خواهد جامعه را به سمت کنار آمدن با شرایط ویروسی سوق دهد و در یک کلام به دنبال اعمال محدودیت‌های جدی‌تر و سختگیرانه‌تر نیست. روزنامه ستاره صبح با تیتر برگزاری 3 کنکور سراسری مانند بمب کرونا خواهد بود از قول یکی از مقامات حکومتی به مخالفت مردم با سیاست‌های جاری رژیم اذعان کرده و نوشته حدود 70% از مردم در شرایط فعلی که تعداد جانباختگان و مبتلایان کرونا به اوج رسیده و هر روز رکورد روز قبل را می‌شکند عنوان کردند که خواهان تعطیلی و قرنطینه کامل کشور و تأمین مایحتاج عمومی ضروری هستند. این در حالی است که دولت این روزها برخلاف نظر متخصصان بر برگزاری تجمعات مانند کنکورهای سراسری و مراسم مختلف مانند مراسم دعای عرفه، نماز عید قربان و مراسم عزاداری ماه محرم اصرار می کند. روزنامه مستقل هم از تمایل ضد انسانی آخوند روحانی برای روندن مردم به ابتلای عمومی تحت عنوان ایمنی گله‌ای خبر داده و اضافه کرده که ایمنیزا نبودن ابتلا به ویروس و ابتلای مجدد بیماران دو روی یک سکه برای بی‌اعتبار ساختن نظریه ایمنی گله‌ای و بی‌ارزش کردن راهبردهایی هستند که بر اساس این ذهنیت شکل گرفته است. اگر این دو پدیده رخ دهند که احتمال آن بسیار است، نه فقط توهمی به نام تحقق ایمنی گله‌ای وجود نخواهد داشت، بلکه کشور به سرعت به سوی یک ناامنی گله‌ای خواهد رفت و این بیش از یک کابوس است. بله، در رابطه با بحران‌های داخلی که اشاره کردی کدومش رو روزنامه‌های امروز رژیم روش انگشت گذاشته بودند؟ خب توی رابطه باید بگم که رشد افسار گسیخته و سرسام‌آور قیمت‌ها در این رکود و بیکاری موضوع مشترک توی روزنامه‌های هر دو تا باند حاکمه. مثلا کیهان خامنه‌ای با عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد میانگین رشد اقتصادی از سال 91 تا 98 نزدیک به 0% است. اینجوری ادامه داده که متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران
نزدیک به 20% بوده است، در حالی که متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4% بوده. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد. روزنامه جهان صنعت هم که از باند مغلوبه از بن‌بست و بی‌راه‌حلی رژیم خبر داده و نوشته، به نظر می‌رسد خروج از وضعیت نامطلوب کنونی از سه مسیر ممکن شود که هر سه مسیر به بن‌بست خواهد رسید. این روزنامه بعدش هم پیشبینی کرده که تداوم وضع فعلی نظام رو از رتبه چهارم تورم به مقام دوم دارای بالاترین تورم در سطح جهانی خواهد رسوند. بعضی دیگه از بحران‌های رژیم از جمله فساد و غارت هم موضوع طنز روزنامه‌های هر دو باند حاکم شده. برای نمونه به سیاست روز از باند خامنه‌ای نگاه می‌کنیم که نوشته جرایت حبوبات را دیگر باید جزء کالاهای لاکچری محسوب کنیم. با توجه به این خبر کدام یک از القاب زیر به حقیقت نزدیکتر است؟ الف پادشاه نخود گرد، ب سلطان تخم انجوچک، جیم عالی جناب لوبیا چیتی. یه سوال دیگه، مدیر گورستان ابن بابوی، مافیای قبر آقایی به نام سین ه الف است که 40 سال است، 40 سال با نفوذ و ثروت خود و تایید اوقاف دفن اموات در امامزاده های کل تهران را در انحصار دارد. با توجه به این خبر کدام یکی از القاب برازنده ایشان است؟ الف سلطان قبر، ب قبر سلطنه، جیم مقبرت و سلاتی. یه سوال دیگه میپرسه، رئیس سابق کمیسیون اصل 90، اکثریت نمایندگان فاقد تجربه نمایندگی هستند اما چند نقطه گذاشته در مجلس زیاد است. سوال کرده نقطه چین فوق را با گزینه مناسب پر کنید. الف صندلی راحت برای چرت زدن، ب مواد بهداشتی نظیر الکل و ماسک، جیم خوراکی های خوشمزه نظیر هلو، دال انا رجل، همان منم منم زدن خودمان. بله دوستان، با این مطلب رسیدیم به پایان نگاه امروزمون به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید.